چه خبر؟ چی بگم والا؟ من اصلا سر در نمیارم از کاراش. نمیفهمم. میگم نکنه رفته خودشو به پلیس معرفی کنه. نه. بعید میدونم. دیشب که باهاش حرف زدم همچین چیزی تو سرش نبود. نه این کارو نمیکنه. شما خودتون میتونید باهاش تماس بگیرید؟ نه دیگه خود مهندس باید اون از این تلفن کارتیا زنگ میزنه فقط. من میخوام ازتون واقعا تشکر کنم به خاطر دیشب. اصلا نمیتونم تصور کنم اگه شما نبودین دیشب تو مسافرخونه چه اتفاقی میفته. خواهش میکنم بابا، احتیاجی که به تشکر نیست. مهندس به گردن ما حق زیاد داره، شما هم همینطور. لطف داری. فقط راستش من یه مدتیه که میخوام یه مطلبی رو با شما در میون بذارم، ولی خب فرصتش پیش نمیاد. یعنی نمیدونم چجوری باید بگم. اصلا انگار الانم فرصتش نیست. انگار بازم اشتباه کردم، شروع کردم به گفتنش. شما فراموشش کنید، ایشالا توی فرصت دیگه بهتون میگم. خب اگه چیز واجبیه بگید. نه اصلا فراموشش کنید، حالا سر فرصت مناسب میگم خدمتتون. فقط من یکی دو ساعت دارم میرم بیرون، شما زحمت بکشین حواستون به دکتر تقوی باشه تا من برگردم. چشم. اگه اجازه بدیم برسونمتون. نه ممنون، خودم میرم. خب پس این خدمت شما، با ماشین برید. ممنونم از لطفتون، با راننده میرم. فعلا خداحافظ. سلامت. من نگفتم کسی جلو نیاد. چش قربان حواسم هست. همه جا رو زیر نظر بگیرید. بله بله حتما. اگه دیدینش حتما به من خبر بدید. بله چش حتما. جایی تو؟ جایی که نمیتونی منو ببینی. بیا، غیر من کسی اینجا نیست. آدماتو کجا قایم کردی؟ بهشون گفتم بشینن تو ماشین تا برگردم. از چرا قایم شدی؟ بیا میخوایم با هم حرف بزنیم. باشه به وقتش. حالا فعلا راه بیوف، از اونجا بیا بیرون. کجا؟ بیا سمت خیابون، یه ماشین هست با چراغ بهت علامت میده، سوارش میشی. اون وقت چرا باید بهت اعتماد کنم؟ خودت میخواستی منو ببینی. اگه هنوزم میخوای گوشیتو خاموش نکن، کاری که بهت گفتم انجام بده. باشه. Thank you.
من داخل ماشینم. به راننده بگو را بخواه. برو. بسه نباشی دکتر. بشین بر چایی بیار. بله. کی بود؟ تسلیت خدمتتون رسیدم. اجازه هست؟ یوسفیان کجاست؟ چیزی نمیدونم آقا. به من گفتن که بیام اینجا منتظر باشم تا تماس بگیرم. خیلی دل و جرأت داری که همچین قراری با من گذاشتی. آوردمت اینجا که حرف آخر رو باهات بزنم. حرف آخر رو به دخترت زدم. برو خودتو تسلیم کن. گناه پرونده رو گردن بگیر. منم قول میدم که خانوادت تحت حمایت خودم قرار بدم. بهترین وکیلا رو برات میگیرم. خیلی زود میارنت بیرون. بعدش هم مرخصی میگیری، یه سال، دو سال، بعد هم پرونده بسته میشه، همین راحت.
چشم. باشه میرم زندان، اما به شرطی که شما هم با من بیاین. داری گند میزنی به همه چی. تو هرچی داری از من داری. دیگه هیچی ندارم. خب از بیورزگی خودته. این دامی بود که شما جلوی من پهن کردین. باورم نمیشه برای گفتنی همچون مزخرفاتی منو کشوندی اینجا. حرف آخر من اینه، میخوام همه چی برگرده این اولش. کاش میشد زمانو برگردون دقیقا. اگه راهشو میدونستم و دکمش دست من بود حتما کمکت میکردم. من گناهکارم ولی نه به اندازه شما. داری کار واسه خودت سخت میکنی. پیشنهاد من شراکته، ولی نه در سود و معامله، در جرم و مجازات. بقیهش دیگه هر چی بود مال خودت. حرفای خنده دار میزنی مهندس. نمیشه به آب بزنی خیس نشی. اون موقع که وارد این بازی شدی باید فکری همچین جایی رو میکردی. گفتم که من اشتباهاتمو به گردن میگیرم، ولی به اندازه سهم خودم، نه بیشتر. من حالا قصد متحول شدن ندارم. گناه این پرونده رو هم قرار نیست به گردن بگیرم. تو هیچ مدرک و سندی از ما نداری، به خاطر همین هم هست به دست و پا افتادی. باشه، من سعی کردم با هاتون کنار بیام، وگرنه جمع کردن سند و مدرک علیه شما برام کار سخت نیست. پس این گویای میدون بگرد ببینم چی پیدا میکنی. احتیاجی به گشتن نیست، جاشو خوب بلده. این شمشیری که از نیام در آوردی اول سر خودتو میزنه. تن بی سر شرف داره به سر بی عقل. از من میشنوفی مراقب مردی باش که دیگه هیچی برای از دست دادن نداره. پس بچرخ تا بچرخیم. خانم یه دقیقه تشریف بیارید. ببخشید. جانم آقا حسین. زنگ زدم من باید برم سر کار. سفارش سعی نویسی دارم. میگم این دختره واسه تسلیت نیومد. حواست بهش باشه. والا منم تا دیدمش دلم موری ریخت. نگران نباش. خداحافظ. رو چشمم حواسم هست. آقای مسلمی بدون خداحافظی رفتن؟ متاسفانه براشون کاری پیش اومد، مجبور شدن تشریف ببرن. آها، من برای عرض تسلیت رسیدم خدمتتون. خانم واقعا از شنیدن خبر فوت پدر شوهرتون خیلی ناراحت شد. خیلی ممنونم، ولی عمو کرامت حق پدری به گردنم داشت. بله، مشخص خیلی تنها و افسرده شدید. مریم جان تنها نیستن، امیرعلی کنارشه.
عروس ما هم خیلی دوستش داریم. بله مبارک هم باشین. البته شما چاره ای هم ندارین، چون اگه غیر از این بود الان آقا پسرتون تو زندان بودن. شما مهمون ما هستی، اینجوری صحبت کردن در شأن شما نیست. ببخشید اصلا ناراحت نشید، من منظوری نداشتم. من فقط میخواستم یکم بیشتر با ایشون آشنا بشم که انگار زیاد اهل صحبت نیستن، شما به جاشون جواب میدین. میسم جان، لیلا بریم. مادر من بابت اتفاقایی که براتون افتاده خیلی متاسفم. یه سوال، چرا انقدر اصرار داری ادای آدمای خوب و مظلومو در بیاری؟ از یه زندگی داغون یه دفعه پرت شدی وسط یه زندگی یکم بالاتر از خودت. خب چی از این بهتر؟ من عصبانیتتو درک میکنم، ولی اجازه نمیدم هرچی به ذهنت برسه رو زبونت بیاری. نه من دلم برات میسوزه. با هزار امید و آرزو اومدی شدی زن امیرعلی. فکر میکنی که خیلی عاشقه، خیلی مهربونه، اما هیچی ازش نمیدونی. حق داری بدبین باشی، ولی اینا مشکلات منه، خودم بلدم چجوری باشم کنار بیام. اصلا اون دادم واسه من مهم نیست، من به خاطر خودت میگم. واقعا به عنوان یه دختر دلم نمیخواد یه زن فریب بازی های کثیف اون نامرد رو بخوره. شما مثل که حواست نیست، داری در مورد شوهر من حرف میزنی، پس اجازه نمیدم هرچی دلت میخواد بگی. خوبه، خدا در و تخت رو خوب جور کرده، به هم میاد. تبریک میگم به. البته حق هم داری، زنی با وضعیت تو باید هم برای حفظ کردن یه زندگی معمولی سطح پایین اینجوری خودشو به آب و آتیش بزنه. گیرم همینطور باشه که شما میگین. شما چرا واسه این زندگی معمولی و سطح پایین حسادت میکنی؟ حسادت؟ من به تو زندگی تصادت کنم؟ یه ذره حرفت مسخره است. تو از روی محبت و انسان دوستیست که اینجا نیومدی اومدی؟ حتی اینقدر متوجه نیستی که من عموم فوت کرده عزادارم. اینجایی چون کینه داری، اینجایی چون فکر میکنی با زخم زبون و تحقیر میتونی اما انتقام بگیری. غیر از اینه؟ یه چیزی بهت میگم، هیچ وقت فراموشش نکن. اگه الان اینجا نشستی فقط یه دلیل داره، اونم اینه که امیرعلی یه میلیارد پول دیه نداشت که خونبهای شوهرتو بده، وگرنه اون آدم تو صورتتو نگاه هم نمینداخت. مطمئن همه داستان همینه؟ تا اونجایی که من خبر دارم امیرعلی نه کمکتو خواسته نه پولتو. این اتفاق برات کم عجیب نیست؟ این آدم که حرفشو میزنی امیرعلی، من ازش متنفرم. شاید باورت نشه ولی هر روز خدا رو شکر میکنم که نجات پیدا کردم، چون به نظرم اون هیچ وقت شایستگی ازدواج با آدمی مثل منو نداشت. ببین تو هر چقدر دلت میخواد، هر چی دوست داری به من بگو، من جوابتو نمیدم. برای اجازه نمیدم به شوهرم حرف نامربوط بزنی. گوش کن خانم، خوب گوشتو باز کن.
شوهر نامرد تو اومده توی کارخونه پدر من با هزار دوز و کلک مدیر داخلی شده. هر روز میبینمش و دیدنش آزارم میده. اومده نشسته کارخونه پدر منو نابود کرده، حالا میخواد زندگیمونو نابود کنه. اگه یه جو فقط یه جو وجدان دارید دیگه نذار پاشو بذاره اونجا. بهش بگو از اون کارخونه بره. بهش بگو ما رو بیشتر از این عذاب نده. بهش بگو خسته شدم از بس که هر روز میبینمش و وانمود میکنم که نمیبینمش. بهش بگو بره. این به نفع آینده خودت خانم. سلام. سلام. طبق سفارش گرفتم. خیلی ممنونم از پذیراییتون خانم. با اجازهتون من رفع زحمت میکنم. از مصاحبت با شما خیلی خوشحال شدم خانم. با اجازهتون. به سلامت. استاد چی میخواست اینجا؟ کینه کرده دست بردارم نیست. آن یوسفی ها وایسا برای چی اومد اینجا؟ برای عرض تسلیت به همسرتون. چقدرم آروم و ساکته. به تبریک میگم. قرار نیست به هر بهونه‌ای بیای مزاحم خانواده بشی. آفرین. چه خانواده دوست شدی. ادا آدم حسابیا رو در میاری. نترس. کاری با خانوادت ندارم. وقتی دکتر تقوی گفت عمویشون فوت کرده تصمیم گرفتم بیام بهشون تسلیت بگم. اونم از سر ادب و شعور. چیزی که فکر میکنم تو و خانوادت ازش بهره‌ای نبردی. حق نداری بهشون بی احترام کنی. بس کن. من اصلا نمیخوام راجع به این چیزا حرف بزنم. یه بارم بهت گفتم من تو زندان قبل از این که ماجرای ازدواجم با مریم پیش بیاد از ازدواج باهات منصرف شدم. الان اومدی انتقام چی بگیری؟ کی گفته من میخوام انتقام بگیرم؟ اصلا تو ارزش این حرفا رو داری؟ تو هر دشمنی و نفرتی داری میتونی سر من خالی کنی. ولی حق نداری به خانوادم نزدیک شی. قد خانواده ران انداز. اونش دیگه به تو ربطی نداره. باشه. پس چه چیزی میگم که به من ربط داشته باشه؟ از کارخونه پدرم برو بیرون. امیرعلی جان بیا تو لطفا. ادامه نده. خودتو از من زندگیم دور نگه دار. کسی که داره توی زندگی دیگری جولون میده توی نه من. پس تو خودتو دور نگه دار. اگه میخوای دیگه منو این طرف رو نبینی نیا کارخونه پدر من. خسته شدم از بس هر روزم با دیدن ریخت و قیافه تو خراب شد. نمیخوام خراب شد. دیگه نمیخوام ببینمت. از کارخونه پدرم برو بیرون.
ببخشید با آقا مسعود کار داشتم. اونجا آقا مسعود نداریم. پس برام یه نبات بیار با شکر پنیر. میگم بیار. کاری داشتیم؟ آقا مسعود شمایی؟ امرتون ارشیا خسروی گفتش که میتونی کار منو را بندازی. آه احبه آقای مهندس یوسفیان پارسال ماشینشو دزدیدن، سه سوتو پیدا کردن. البته اون کارش سفارش ویژه بود. اگه کار منم را بندازیم سفارش منم ویژه میشه. کار چی هست؟ میخوام یه سری مدارک از یه جایی واسم بیاری. دزدی؟ نه اونا مال منه. اگه مال خودته پس چرا یواشکی داری میری دنبالش؟ داستانش مفصله. اونا مال من، پیش اوناست که الان هم بهشون نیاز دارم. فی بالاست نا. میتونی پسش بر بیای؟ چقدره؟ 300 میلیون. 150 تا اول میگیرم، ما بقیش هم آخر کار. چه خیلی زیاده. کارت سفارش ویژه هستی. کار تر به تمیز گرونه داداش. حالا کی هست طرف؟ آدرسش کجاست؟ یه گوهران نامیه که... گوهران؟ اهرام گوهران که نیست. چرا؟ خودشه؟ نیستم آقا. هیچ رقمه نیستم. این که جز این سه تا قماشی که گفتی نیست؟ اینا بعد قماشیه. از من میشنفی دور اینا رو قلم بگیر. آقا مصطفا چایی رفیقمون سر شدی، چایی واسش بیا. چه چند لحظه باید صحبت کنم؟ من توضیح ازت نمیخوام واقعا، ولی من میخوام بابت رفتار اون خانوم ازت عذرخواهی کنم. اون خانوم؟ ترجیح میدم اسمشو نگیرم، غریب است. منتظرم. نمیخوام چیزی از گذشته بدونم. نبش قبل کردن خاطرها فایده ای نداره. فکر نمیکردم اقدر ازم کینه داشته باشه.
خب تو هم نباید باش مقابله بمس کنی. تفرکم گناهی نداره. من کاری نکردم. خیلی تصمیم گیری راجبش سخته، ولی فکر کنم بعد از خیر کار کردن تو کارخونه بگذری. اینجوری کسی دیگه اذیت نمیشه. اتفاقا از روز اولی که دکتر بهم گفت من مخالف بودم، ولی بعد یاد کارگر افتادم. حداقل 40-50 نفر از اونجا نون میبرن سر سفرهشون. اگه ما نباشیم قطعا تعطیل میشه. نمیدونم بعد چیکار کنم. واقعا تصمیم گیریش سخته. حالا شاید دوباره رفتم با دکتر حرف زدم، استعفا دادم که بیایم با هم یک کاری شروع کنیم. چه کاری؟ با هم ترشی بندازیم؟ چرا که نه؟ اتفاقا با چند تا طراح سایت حرف زدم. میخوام یه سایت فروش محصولات خانگی مریم بانو را بندازم. واقعا؟ میتم هم میذارم مسئول فضای مجازی، هم کار میکنه هم کمک میکنه. خب چقدر هزینه میخواد برای این کار؟ بعد اصلا چقدر توش در میاریم؟ به چیزش فکر کردم. مثلا میتونیم از کسایی که توی خونشون از این محصولات درست میکنن استفاده کنیم، حالا تو روستا و شهرهای دورو نزدیک هر جا. بعد محصولاتشون رو بگیریم به اسم خودمون تو سایت بفروشیم. اینجوری مجبور نیستیم همه چیزم خودمون درست کنیم. چقدر طول میکشه به سود برسه؟ اول باید رو برندینگش کار کنیم دیگه. اسممون که سر زبون افتاده یه ذره کارمون گرفت خودش درست میشه. بالاخره باید یه جا شروع کنیم. سلام دکتر. چی شده؟ کی؟ شما اونجا بودی؟ اومدم. چی شده؟ کارخونه آتیش گرفت. چرا؟ میرم بریم. رضا.